سرخط مهمترین خبرهای امروز، هند در حال بررسی گزینه بازگشایی سفارتش در افغانستان است. فارن پالیسی، خفاری های تازه در اطراف بودا صورت گرفته است. سربریدن جگرگوشه های فرمانده خیر محمد و خیرخوا. به نام خدا و با عرض سلام به کانال خبری ما خوش آمدین. مشروع خبرها، هند در حال بررسی گزینه بازگشایی سفارتش در افغانستان است. 18 جوزا 1401 87 کابل می نویسد. پس از سفر اخیر هیئت دیپلماتان هندی به کابل، اکنون یک رسانه این کشور گزارش داده است که هند در حال بررسی تصمیم بازگشایی سفارت خانهش در کابل است. هندوستان تایمز روز چهارشنبه 18 جوزا گزارش داده است که دولت مودی در اقدام بزرگ در حال بررسی گزینه ها برای بازگشایی سفارت هند در افغانستان تحت کنترل طالبان می باشد. این رسانه دریافته است که دولت هند به تصمیم بازگشایی سفارتش در کابل نزدیک است. اکنون هند در حال بررسی امکان استخدام تعداد بسیاری از معدودی از مقام های پایین رتبه برای افغانستان است. کارکنانی که بر امور کنسولی و توزیع کمک های بشر دوستانه نظارت خواهند کرد. پیش از این موضوع بازگشایی سفارت هند در کابل میان هیئت هندی و وزارت خارجه طالبان مطرح شده بود. در همین حال خبر عاجل که دقایق پیش به دست ما رسید، مسعودیان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نگارد: تازه ساعت پیش طالبان 4 تن از فامیل فرمانده خیر محمد خیرخواه را در اندراب به ضمن همکاری با جبهه مقاومت ملی سر بریدند. همچنان این در حالی است که فارن پالیسی، افاری های تازه در اطراف بودا صورت گرفته است. 18 جوزا 1401 87 کابل می نویسد. طالبان پس از تاراج میراث های بودایی بامیان در دوره نخست حکومتشان و انفجار تندیس های شهمامه و سنسال، بار دیگر متهم به حفاری و تاراج آثار باستانی اطراف پیکر های بودا شدند. به نقل از فارن پالیسی، طالبان تنها بودا را منفجر و آثار باستانی مغاره ها را به تاراج نبردند، بلکه آنها را بروند نسل کشی ازارها که توسط عبدالرحمن خان آغاز شده بود نیز ادامه دادند. فارن پالیسی نگاشته است که ملا عبدالله سرحدی در کشتار ازارها در میان سالهای 1996 و 2001 دست داشت. او اکنون والی طالبان در بامیان است و بر تاراج دوباره آثار باستانی بودایی نظارت دارد. سرحدی در دوره نخست تسلط طالبان بر افغانستان در نابودی تندیس های بودای بامیان نیز دست داشته است. این رسانه می گوید که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افراد این گروه بلافاصله به تاراج مکان های تاریخی بازگشتند. مردم محل می گویند که سرحدی خارجی هایی را آورده است تا حفاری های بیشتری انجام دهد. طالبان دو مکان در اطراف تاقچه های غول پیکر بودا، از جمله غارهایی که پیش از این هرگز باز نشده بود، را حفاری کردند. تا هنوز معلوم نیست که طالبان از این حفاری ها چی چیزهایی را به دست آوردند. دره بامیان توسط یونسکو به عنوان یک میراث جهانی در خطر انقراض طبقه بندی شده است. پس از تسلط طالبان در 15 اگست، یونسکو خواستار حفاظت از منطقه در برابر آسیب ها و تاراج ها شد. منابع باستان شناسی می گویند که طالبان معتقدند مکان های فرهنگی منبع بالوقع شغل در کشور هستند که فعالیت های اقتصادی آن متوقف شده است و حدود نیمی از جمعیت آن غذای کافی ندارند. همچنان این در حالی است که اختلافات بین طالبان پای وزیر دفاع این گروه را به بامیان کشاند. 8 صبح کابل می نویسد. همزمان با سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به بامیان، درگیری مسلحانه میان افراد عبدالله ایوبی، طالب حضارت بار و مدیر شهرداری استخبارات این گروه با نیروهای قطعه سرخ آن صورت گرفته است. منابع محلی به روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان پشتون دبار در پی سرکوب طالبان حضارت بار در بامیان هستند. به گفته منابع،
پس از برکناری مولوی مهدی مجاهد از سمت ریاست استخبارات بامیان، حالا طالبان پشتون تبار در تلاش برکناری و خلع سلاح برخی از طالبان هزاره تبارند. درگیری میان افراد عبدالله ایوبی با نیروهای قطعه سرخ این گروه، یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. درگیری با پادر میانی سران طالبان پایان یافته است، اما منابع می افزایند که طالبان پشتون تبار قطعه سرخ این گروه، پدر عبدالله ایوبی مدیر شهری استخبارات طالبان در بامیان و پس از درگیری با خود برده اند. همچنان این در حالی است که وضعیت بد اقتصادی ورزشکاران، مدال‌آور افغان پسرم در کوچه های کابل آب می فروشد. یک ورزشکار افغان که برای افغانستان در رشته کاراته مدال جهانی کسب کرده است، از وضعیت بد اقتصادیش شکایت دارد. او میگوید با آنکه قهرمانی های زیادی برای افغانستان از کشورهای جهان کسب کرده است، اما پس از حاکمیت طالبان از چندین مسابقات مهم جهانی به دور مانده و در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرد. و ای دلیل بازماندنش از مسابقات جهانی را نبود بودجه کافی در ریاست تربیت بدنی کشور عنوان میکند. او همچنان میگوید که پسر نوجوانش نیز ورزشکار است و در حال حاضر در کوچه و پس کوچه های شهر کابل با استفاده از سیچرخ آب فروشی میکند. شمار دیگری از ورزشکاران هم وضعیت ورزش را در کشور نگران کننده عنوان میکنند. با این حال طالبان در اداره ورزش میگویند که تلاش ها برای رفع مشکلات این ورزشکاران ادامه دارد. این ورزشکار که از قهرمانان جهانی رشته ورزشی است، حدود 30 سال عمر خود را در جنگ زده‌ترین و فقیرترین کشور جهان یعنی افغانستان صرف ورزش کرده است. کشوری که در آن روزانه ده ها نفر برای یافتن لقمه نان فرار را برای قرار ترجیح می دهند، وی اما قرار را ترجیح داده و در این مدت قهرمانی های زیادی را به نفع افغانستان از کشورهای مختلف کسب کرده است. این ورزشکار در چند سال گذشته از کشورهای مختلف 5 مدال طلا، 1 مدال نقره، 2 مدال برنز، 1 کپ جهانی و 1 کپ بیست فایتر به نام افغانستان کسب کرده است. اما در حال حاضر به گفته خودش این همه قهرمانی او به فراموشی سپرده شده است. تشکر از اینکه تا کنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقاتی خوش داشته باشین.